چه جون یاسر جوون. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وأمها وابنتيها وفاطميات بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الجبت والطاغوت وأم الشرور. اللهم لعن قتلة آل الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر. إلهنا عجل في فرج منتقم آل محمد، وجعلنا بفضلك من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. آمين رب العالمين. سلام علیکم و رحمت الله. عرض تعزیت و تسلیت دارم. ایام بزرگداشت شهادت حضرت محسن علیه السلام، ایام سوگواری آل الله به مناسبت قصب خلافت امیر المؤمنین علیه السلام، قصب حقوق حضرت صدیقه سلام الله علیها، در ایامی که هتک حرمت خانه وحی صورت گرفت، هجوم وحشیانه‌ای که با آتش کشیدن درب خانه اطرت پیامبر اکرم و همچنین وارد کردن صدمات به وجود مقدس حضرت صدیقه سلام الله علیها، در بند کشیدن امیر المؤمنین علیه السلام و همچنین روا داشتن ظلم به فرزندان این دو نور باقی مانده از امامت و ولایت در صفحه تاریخ لکه‌ای ننگین به جای گذاشت. ایام مسموم شدن و بستری شدن آقا امام عسکری علیه السلام، پدر بزرگوار امام زمانمون، و وقایع تلخ دیگری که در این ایام صورت گرفت. انشاءالله که با بزرگداشت این ایام و برگزاری مجالس سوگواری اسباب تسلایی باشیم برای قلب مطهر امام زمان علیه السلام. سلام علیکم و رحمت الله جناب آقای موسوی متقی. خوشحالم که باز هم در خدمت شما هستیم در این برنامه، برنامه تلختر از عاشورا. انشاءالله که امروز هم با بیانات خودتون موجبات رضایت امام زمان علیه السلام رو فراهم کنید و بینندگان عزیز هم از این برنامه استفاده کنند. علیکم السلام و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه همکارانتون در شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و همچنین خدمت بینندگان عزیز و محترم در هر کجای عالم که هستند عرض سلام دارم. امیدوارم که همونطور که شما فرمودید این دقایقی که در خدمت بینندگان هستیم، مطالبی که عرض می‌کنیم مرضی رضا امام زمان باشه و برای بینندگان عزیز و محترم مقبول بیفته. در خدمت شما هستم. زنده باشید. دیروز صحبت از شعائر محسنیه و بزرگداشت این شعائر شد و همچنین نقش بانوان که در این ایام چطور میتونند در حفظ این شعائر و انجام مسئولیتشون اهتمام داشته باشن و بهترین شکل این مسئولیت رو به سرانجام برسونن.
در خصوص خود شعائر و اگر صلاح میدونید نقش بانوان که در زمانه فعلی به چه شکل میتونن در به انجام رسودن این مهم قدم بردارن و که چه اتفاقی میفته در محرم، صفر و خصوصا این ایام ما شاهد مقابله با شعائر هستیم و اینکه لشکر ابلیس در این ایام بالخصوص صداهای زیادی ازش شنیده میشه و به میدان میان و به هر وسیله‌ای که دارند و میتونن سعی میکنن مقابله کنن به انهای مختلف با بحث شعائر، چه شعائر حسینی، مقدس حسینی و چه شعائر این ایام که شعائر محسنیه هست. در خدمتون هست. بله، مطلب مهمی رو هست عالی به هر حال مقدمتا فرمودید و اینکه و اون اینکه نقش بانوان در خصوص تعظیم شعائر چی میتونه باشه، آیا در این جهاد، این جهاد فرهنگی، بانوان مثل جهاد نظامی بخشوده شدند، یعنی این مسئولیت از دوش اونها وانهاده شده همچنان که در جهاد معفوند اینها، هیچ زنی برش واجب نیست که شمشیر به دست بگیره و جهاد کنه، آیا در جهاد فرهنگی هم معفوند اینطور نیست؟ اگر نگیم مسئولیتشون بالاتر از مردانه، همچنان که در حادثه عاشورا میبینیم یک روز مردها جنگیدند و شهید شدند، اما بعض از این بیبی های اهل بیت علیهم السلام، نمونه‌ش هم دیروز وفات حضرت سکینه سلام الله علیها بود که ایشون 54 سال، بیش از 50 سال، بیش از نیم قرن بعد از واقعه عاشورا در صحنه جهاد فرهنگی برای تبیین حقیقت عاشورا و مانع شدن از تخریف عاشورا، این بزرگوار در صحنه موندن. و ببینید جالبه، من دیروز یه نقطه رو نقل کردم، به خاطره گفتم که در رویارویی ایشون در یک جلسه مقابله مؤدبانه و موقر حضرت سکینه در یک جلسه با دختر عثمان، ایشون سکوت کرد تا صدای اذان بلند شد و بعد گفت این صدا اسم کیو میبره، اینها پدران ما هستن یا پدران تو هستن؟ ولذا از اینکه نام شهید برای غیر محمد آل محمد و اتباع محمد آل محمد برده بشه، برای قاصبان حق آل محمد علیهم السلام که در واقع حق بشریت، همه بشریت حق دارن روی این مسئله مدعی باشن و ادعای طلب به اصطلاح حق خودشون رو بکنن، از اینکه مثلا کلمه شهید در خصوص عثمان به کار برده بشه، حضرت سکینه یا اسم اصلی ایشون، اون اسمی که بر ایشون گذاشته شده موقع ولادت توسط پدرشون حضرت سید الشهدا، آمنه و یا امینه، اسم ایشون آمنه و امینه است، چرا به سکینه معروف شدن؟ از شدت آرامش و وقار و سکونت حال ایشون. و یکی این، یکی همین که سکینت القلب امام حسین بود، یعنی وقتی که حضرت سید الشهدا این دختر رو میدید، او رو خیرت النساء معرفی میکرد، برگزیده زنان، و سکینه خطاب میکرد، آرامش دل، سکینت القلب. خب میبینیم که پس شهدای کربلا یک روز از جان خود گذشتند و ایثار کردند و در کنار امام حسین و علی الارواح التي حلت بفنائک، حلول در فناء سید الشهدا، و رفتند از این دنیا، رفتند در به اصطلاح بهشت برین در جوار محمد و آل محمد، در همسایگی رسول الله رفتن نشستن، به ارزم به خدمتون اون حال و هوای حالا بهشتی شما که ندیدیم، فقط همینقدر میدونیم که اندر بهم یرزقون متنعمن، ما ندیدیم ولی اندر بهم یرزقون، در نعمت ها قوته برن. اما زنانی که موندن، حالا از یک بانوی مثل حضرت رباب که یک سال بیشتر در این دنیا بعد از امام حسین نموند و دق کرد و از دنیا رفت، اما دختر ایشون بیش از 50 سال این علم رو بر دوش کشید،
پس خیلی مسئولیت بانوان در این جهاد، در جهاد فرهنگی بالاتره. به واقع حالا ما بین خودمون، کیا ما رو حسینی کردن؟ وقتی بچه بودیم عموما در دوران کودکیمون تو مجلس های خانوما میرفتیم با مادرامون، عرضم به خدمتون، با صدای گریه زنها، من خودم هنوز صدای گریه مادر بزرگم در روزه های 25 ماه که میرفتیم منزل مادر بزرگ و تا روزه خون میگفت السلام علیکه یا ابا عبدالله، صدای کوبیدن مشت بر سینه مادر بزرگ ما برای ما عجیب بود که این چرا با مشت به سینهش میزنه، صدای شیون و سرخه این زنها در مجلس امام حسین بود که ما رو میکشوند، منجذب میکرد. ما با چی حسینی شدیم؟ همچنان که چجوری نماز خون شدیم، پدر دست ما رو گرفت برد مسجد تو صف جماعت وایسادیم نماز خون شدیم، تربیت اینا. خب پس خیلی مسئولیت بزرگی دارن مادران، خیلی مسئولیت بزرگی دارن مادر بزرگا. همین که دو سه روز به ماه محرم میشد لباس مشکی های ما رو از توی چمدون ها در می آوردن و عرضم به خدمتون که خب نفتالو میذاشتن لای لباس ها که اینها بید نزنه، مینداختن روی بند، همین که لباس ها رو مینداختن لباس مشکی ها رو ردیف میکردن رو بند رخت که اینا بوی نفتالوش بره میفهمیدی محرم نزدیکه. آه. همین که علامت به اصطلاح نمیدونم 11 تیغ رو میذاشتن در مسجد و شال و پر میکردن میفهمیدیم محرم داره میاد. همین شعائر، همین چشممون که میدید میفهمیدیم یه خبریه. چه خبره؟ محرم داره میاد. بله، عرضم به خدمتتون که حالا اون روز حضرت سکینه، اون روز حضرت زینب، اون روز حضرت رباب، اون روز بی بی حضرت ام البنین فاطمه بنت حزام، اونا اون چنان کردن. امروز اون میراث رسیده دست زنان شیعه و باید کم نذارن. زنان و دختران جوانی که دستشون به فضای مجازی هست امروز باید به شکل مدرن با مخالفین شعائر و شبه انداز ها مبارزه کنن. همچنان که ابتدا باید ما حمله کنیم، قرار نیست که ما بشینیم یک کسی حمله کنه باید ما تدافعی عمل کنیم، نه، ما باید فعالانه عمل کنیم قبل از اینکه بخوایم منفعلانه و مدافعانه عمل کنیم. ببینید من یه جریانی میخوام امروز براتون جناب آقای رسایی، برای شما و برای همه بینندگان عرض کنم. اتفاقا قبل از شروع برنامه تماس گرفتم با استاد بزرگواری که این جریان رو برای من امسال قبل از به اصطلاح ایام اربعین، یعنی بین عاشورا و ایام اربعین، ما به اصطلاح عرض کنم خدمتون افتخار پیدا کردیم با یک بزرگواری اینجا آشنا شدیم که بزرگترین کتابخانه تخصصی امام حسین علیه السلام رو در کربلا ایشون جمع کرده که عرض کردم 1270 و چند نسخه فقط مقتل در این کتابخانه است که شاید 40 سال زحمت کشیده شده این مقاتل جمع شده. تماس گرفتم، کسب اجازه کردم و یه اسمی هم بود که باید میپرسیدم، حالا الان میخوام براتون توضیح بدم این موضوع رو، ولی مقدمتا این سوالی که فرمودید رو من واضح تر کنم. چرا اینقدر دشمنان اسلام حقیقی یا بگیم حقیقت اسلام، یعنی تشیع علوی و فاطمی، اینا سعی دارن که شعائر حسینی رو بزنن، شعائر حسینی و فاطمی رو بزنن، یا بگم شعائر حسینی فاطمی و محسنی رو بزنن، تو ایام محسنی اینطور دست پا میزنن. چرا اینا رو خرافه میخوان جلوه بدن در مرحله عقیده؟ چرا اینها رو میخوان بدعت جلوه بدن در مرحله در به اصطلاح اون محدود شرایع دینی و مسائل شرعی؟ که البته من دستبندی کردم که اینا چند به اصطلاح سنگر رو میخوان فتح کنن یکی پس از دیگری، به جلو هم نمیان، هی دارن عقب نشینی میکنن خوشبختانه، چون حالا گزارشی رو من میدم از به اصطلاح یک نامه ای که یک فرد مستشرق نوشته بیش از 120 سال پیش، اینو که بگم براتون این گزارش رو بدم، اون وقت این توضیح رو براتون کاملا واضح عرض خواهم کرد که قصه کارشکنی در شاعر چیه. همین امسال قصه اربعین، این همه کارشکنی در قضیه ورود زوار امام حسین علیه السلام از بعضی از مرزها که البته
خب دیگه معلومه از کدوم مرز کار شکنی میشه، که بیان 4000 نفر پشت مرز 3 شب بخوابن رو خاک، نه رو اسفالت، نه رو موکت. 4000 نفر از پاکستان، هند، افغانستان و کشمیر، 1000 نفر اینها از اتباع افغانستانی مقیم مشهد بودن، مقیم مشهد، اصلا افغانستان هم نبودن. اینها بیان 4 شب پشت مرز بخوابن، رو خاک بخوابن و آخرم به اینا بگن که آقا برگردید. چرا کارشکنی میشه؟ چرا میخوان روی 40 خاک بریزن و بپوشونن، تختیه کنن، عرضم به خدمتون که تکفیر کنن، اینطوری بگم، چرا؟ چرا میخوان محسنیه نباشه؟ چرا محسنیه رو بدعت معرفی میکنن، دهه سازی معرفی میکنن؟ دلیلش چیه؟ 111 سال پیش، یعنی در سال 1911 میلادی، روزنامه حبل المتین که روزنامه فارسی بوده در ایران چاپ میشده، یه نامه ای رو از کتاب اقامت المعاتم سید محسن امین، این عرضم به خدمتون که ترجمه میکنه و چاپ میکنه. خوب دقت کنید، این نامه به 5 زبان ترجمه شده، زبانهای هندی، فارسی، عربی، ترکی و انگلیسی تا اون روز، یعنی اون روزی که این نامه رو به فارسیش در روزنامه حبل المتین چاپ میکنن، عرضم به خدمتون که به 5 زبان ترجمه شده بوده. و اون کسی که اولین بار این نامه رو به زبان عربی در لبنان به اصطلاح چاپ میکنه، در کتاب اقامت المعاتم، معاتم سید محسن امین، عرضم به خدمتتون که چاپ میشه. در اون کتاب، یا بگیم این در حقیقت در این روزنامه حبل المتین چی چاپ میشه؟ یک نامه ای که این نامه رو در واقع یک فیلسوف حکیم غربی رو، میدونید که آلمان مهد فلسفه غربه، یک فیلسوف حکیم غربی که در شرح او نوشتن عارفون به احوال المسلمین، یعنی به قول امروز، یعنی بخوام معنای فارسی کنیم، یه اسلام شناس، نه فقط اسلام شناس، مسلمان شناس، یعنی کسی که اومده گشته ظاهرا بیش از 10 سال در به اصطلاح اقالیم اسلامی و عربی و شیعی و تبا علم آگاهی پیدا کرده و علم پیدا کرده به تبایع به اصطلاح مسلمان ها و عرب ها و شیعیان مخصوصا، و یه نامه ای نوشته. 2 چیز کاملا واضح نیست ولی ما استنباط میکنیم. یکی این که معلوم نیست این آقا مأمور بوده از طرف کسی، از طرف دولتی، از طرف یک انجیوی، یک به اصطلاح سازمان مردم نهادی یا یک سازمان ارزم بخیر دولتی، مثلا یه مؤسسه خیریه، یه مؤسسه تحقیقاتی، هیچ معلوم نیست، یا خودش چی این رو، این به اصطلاح شخصا اقدام کرده، بله شخصا اومده به کار خود جوش کرده، این معلوم نیست، اما یعنی در اسناد معلوم نیست، اما میشه فهمید که این کار کار خود جوش نبوده، چون این کار پشتیبانی میخواد، این سالها تحقیق کردن، خب این آدم بالاخره از کجا ارتزاق میکرده، این باید یه پشتیبانی پشتش میبوده. و یکی دیگه هم معلوم نیست که این نامه رو خطاب به کی نوشته، این نامه رو صرفا نوشته، یعنی تحقیقاتش رو به صورت یک نامه ای، به صورت یک رساله، اینطور بگیم رساله که حالا ترجمه میشه تو فارسی نامه، نمیتونیم بگیم نامه، چون اگه نامه باشه باید یه نامه رسانی باشه برسونه به کسی که باید این نامه رو بخونه دیگه، ولی این رساله است، یعنی پیامی فرستاده، اینطور بگیم یه مسیجه به قول معروف. برای کی فرستاده؟ برای الامن یوهم مهل امر، برای اون کسی که این مسئله مهمه براش. خیلی از نامه هایی که میفرستن، چون معلوم نیست مخاطب کیه، نامه سرگشاده، آفرین، نامه سرگشاده است، هر کی براش مهمه بخونه این نامه رو و بگیره و روش کار کنه، یا روش کار شده، حالا عرض میکنم. این آقا اسمشون چیه؟ آقای ماربین، بله، عرضم به خدمتون که گفتیم در سال 1911 این چاپ شده، یعنی چی؟ یعنی 111 سال، یعنی برو شما رو 120 سال تحقیق مال رو 120 ساله مثلا. قابل توجه اونایی که میگن که این قصه ها مال الانه و این سالهای اخیر،
شیعیان افتادن به دست و پا برای حفظ خودشون، شعائر درست میکنن و هفته و سال و ماه چی میگن دهه درست میکنن و نه، اینا اتفاقا تو این سده اخیر در به اصطلاح بگیم که در نتیجه امثال این تحقیقات که حالا یکیش آشکار شده و چاپ شده اومده بیرون، به امثال این تحقیقات در به اصطلاح به سبب این انذارهایی که دادن مستشرقین و اون کسانی که خوف ورشون داشته بود از این رشد اندیشه شیعی و اسلامی اصیل، خیلی حمله ها شده و متاسفانه بسیاری از این حمله ها هم کاری بوده، یعنی لااقل اگه بگیم به اصطلاح شعائر رو نکشته که نخواهد توانست کشتن و قطعا موجب تزاید میشه، حداقلش این مرحله اوله این هرس کردن این درخته رو دیدن، یعنی این گرچه که این هرس کردن موجب رشد بیشتر میشه ولی در یه مرحله ای ضعیف شده، تونستن تضعیف کنن، تونستن اینو تضعیف کنن و متاسفانه نگاه میکنیم اینو در خود دایره تشیع هم یه عده اومدن به این قصه کمک کردن، با عنوان تقریب اومدن و بعد عنوان تقریب رو کردن وحدت و بعد عنوان وحدت رو کردن وسیله‌ای برای برپایی سیرک های سیاسیشون. حالا چی میگه این آقای ماروین؟ این آقای ماروین میاد در گزارش خودش میگه آقا ما مثلا این میلیون مسلمان داریم، حالا اون زمان چقدر بودن، هم میلیارد بودن، کمتر بودن، بیشتر بودن، حدودا یه میلیارد مسلمان داریم مثلا، که اینها یک اکثریتن در دنیا، برای خودشون یک اکثریت مسلمان، در بین این اکثریت مسلمان یه اقلیتی هستن که این اقلیت خودشون منصوب میکنن به فردی به نام علی، علی ابن ابی طالب، ما میگیم سلام الله علیه. این علی ابن ابی طالب در عراق در شهر نجف قبری داره، گنبد بارگاه که ما میریم زیارت میکنیم، خدا نصیب همه اون کسانی کنه که نصیبشون نشده و نصیبشون شده. بعد میگن که اینا میگن ما شیعه و پیرو علی هستیم، این اقلیته، اما این علی فرزندی داره در کربلا دفنه و دیگر فرزندی باز در کربلا دفنه، یکی از این دو فرزند نامش حسینه، این هایی که خودشون منصوب به علی میکنن برای این حسین بعد از گذشت 1300 سال، اون زمان بعد از گذشت 1200 اندی سال مثلا، حالا دقیق بگیم، برای این حسین که کشته شده در همین عراق در همین نقطه‌ای که الان دفنه، یه سری کارهایی میکنن که اینها در نظر اون اکثریت خلاف قانون شرعه، خلاف شرع و قانون الهی مثلا، و اینها اینا رو بدعت می انگارند، دقت کن، و شدیداً محکوم میکنن این کارها رو، میگن آقا این کارها اصلا در علماشون اول جریان قدرت حسابشون بکنید بهائیه وهابیگری که اومدند و تخریب کردند و چه کردن، بس اون آدم داره شرح اون ایام رو میگه، اما این اقلیت دست از این کارشون بر نمیدارن، مصرن که این بدعت هایی رو که در نظر اون اکثریت بدعت این کارا رو خرافه است و بدعت، مصرن که اینا رو ادامه بدن. خوب توجه کن نتیجه چیه، نتیجه این اصرار اینها چیه، نتیجه این اصرار این که سر صدای این کارا، حالا اون روز نه اینترنتی بوده نه ماهواره‌ای بوده نه دوربینی بوده، نتیجه این اصرار اینه که سر و صدای این جریان در بین ملت‌های اسلامی پیچیده، یا اقلا اون زمان تبل و سنج که بوده، گفتن سنج برای چی میزدن، گفتن سنج و تبل برای این میزدن که صدای این عزاداری تا اون روستا بره اونا هم بیان مثلا، این یکیش بوده و یکیش این که خب این عزاداری نظم و نسقی پیدا کنه، زنجیر حکمتش چیه، نمیدونم علامت چیه، این تیغه ها چیه، اون همه اینا حالا در کتاب هایی که در این باب نوشته شده، ولی این سر و صدای خودش مهمه، گفتن که یکی از آقایون به اصطلاح اهالی گلپایگان میگفت اومدن یه دی منزل آیت الله گلپایگانی، بله، سید محمد رضا، که میدونستن که ایشون رو مسئله موسیقی خیلی حساسه،
که ازشون ببینن تکلیف چیه، بپرسن ازشون تکلیف چیه، آیا این تبلو سنج و اینا و هر کاری کردن که از ایشون اجازه بگیرن یا مثبت یا منفی، یا به هر حال حکم ایشون حلال حرام، مثلا تبلو سنج و این موسیقی که تو دستگاه امام حسین علیه السلام میزنن، میگو ایشون جواب ندادن، هی سوالات از این دست از اون دست کردن که خب این سنجا جنسش چیه، فلزش چه فلزیه، پاره نمیشه، نمیشکنه این تبلا، اون پوستی که روش میکشه، هی میگو اینا میپرسن آقا ما اومدیم میپرسیم تکلیف شرعیمون چیه، میگو ایشون یه کلام گفت حلال، نه یه کلام گفت حرام، تا اینا بلنشن رفتن. بعد آقای گلپایگانی بهشتن گفتن که آقا یه روغن نباتی به اصطلاح معلوم نیست چیه رو میخوان به مردم بدن، توش نمیدونم چنگال چنگال طلا میذارن و چاقو طلا میذارن و تبلیغ میکنن رو به در و دیوار که آقا بیاین روغن نباتی ببریم بخوریم. یعنی یه چیزی مثل روغن نباتی که حالا اون وقتا خیلی بد میدونستن کسی روغن نباتی بگیره برای خونه، میگفتن روغن آزاد یا روغن زرد یا روغن کرموشایی مثلا باید بخور، یه روغن نباتی که معلوم نیست چی چیه رو میخوان بیارن تو خونه ها، اینقدر بر تبل و دهل ما برای عزای سید الشهدا نباید سر صدا کنیم، نگاه رسانه‌ای، نگاه تبلیغی بخوایم بکنیم به قضیه. اون روز اینها پافشاری میکردن و این تبل و دهل رو چی خاموش نمیکردن، نبودن علمایی که بیان مثل بعضی از عالم نماهای امروز وقتی صدای تبل و دهل تو دستگاه سید الشهدا میگن آقا اینا حرامه، همچین با یه جوشی هم میگه آقا حرام این صدای تبل و فلان سنج و تبل و مثلا حالا یه، ولی متاسفانه نگاه میکنیم میبینیم که بساط مطرب خونه های به اصطلاح رسانه ایشون پهنه. تا به امام حسین علیه السلام برسن متدین میشن و عرضم به خدمتتون منضبط به حدود شهر میشن. اون زمان هرچه بوده شیعیان، در زمانی که این آقای ماربین داره تحقیقش رو ارائه میکنه، شیعیان نرفتن زیر بار این که حالا چون اینا میگن آقا زنجیر زنی بدعت، غم زنی بدعت، نمیدونم سینه خیز رفتن و لط زدن به صورت و سر و صورت زدن، اینا دست از این کارا بر نمیدارن. این آقا داره تو گزارشش مینویسه. نتیجهش این میشه که این سر و صدا دهان به دهان میپیچه تو مطبوعات و اون زمان روزنامه ها و هفتنامه ها میپیچه، به محرم که میرسن این گزارش ها خبرنگاران گزارش میدن و میپیچه این سر و صدا، و سبب چی میشه؟ سبب این میشه که اون اکثریت بلند شن بیان بگن بریم بریم چه خبره، به واقع این بوده. حالا یه موردش معروف اون جریان مرحوم علامه امینی که علمای به قول معروف بغداد بلند شدن روز عاشورا گفتن بریم واقعا نزدیک ببینیم این کارا رو میکنن شیعیان، و اومدن دیدن آره این کارا رو میکنن تو کربلا، و اشاره میکنن به اصطلاح علامه، از علامه سوال داریم میگن خب بیان نزدیک میشن به مرحوم علامه امینی میگن آقا این کارا حلاله، این کارا حلاله در دین؟ مرحوم علامه میگن نه حلال نیست، این کارا واجبه، ان هذا لواجب، این کارا واجبه، چون قدیر رو دست شما سپردیم، بردید آتیش زدید و ریختید خاکستراشو تو دریا و تو رود. حالا من امینی باید بدوام هند و این ور و اون ور کتابا رو جمع کنم موسوعه القدیر ثابت کنیم که قدیر عید الله الاکبره، ثابت کنیم که در قدیر آقا امیرالمومنین همه باش باید. عاشورا دستون نمیسپریم، من میگم محسنیه رو دست شما نمیسپریم، محسنیه رو نمیذاریم زیر تهمت خرافه و نمیدونم بدعت دفن کنید، فاطمیه رو نمیذاریم. خب حالا اینو عرض میخوام بگم، بلند میشن میان دیدن ببینید بریم ببینیم چه خبر محرم، عاشورا چه خبر. تا همین امروز میان، تا همین امروز دیدین همین اربعین چقدر غیر مسلمان و غیر شیعه میاد، خیلی از اینها مشارکت میکنن میخوان ببینن چه خبره، بیان ببینن. همین آمدنشون باعث شده خیلی هاشون مستبصر بشن. همین آقای ماربین میگه، همین رو ماربین اون روز تذکر میده به کیا؟ الامن یوه مهل امر، به سران قدرت میگه اینو میان میبینن، استنکار میکنن، مشمعزه براشون یه ذره همچین چندشه اون صحنه ها، خون بریزه و عرضم به خدمتون که آتیش بزنن و یه سری این حرکت ها، مخصوصا اون که توش خون هست. از همین جا هم افرادی که خواستن شروع کنن یا میخوان شروع کنن از همین قصه خون شروع میکنن، از کارهایی که یه مقدار جنبه میتونن بهش چوب این که آقا با عقل جور در نمیاد یا با شر جور در نمیاد، عموما قصه خونه، ادماع
خون ریختن برای امام حسین. عرضم به خدمتون که این کارا یه مقدار برای اینا مشمئز کننده به نظر میاد، بله برای خیلی هاشون ابتدای قصه اولین بار که میبینن، اما اولین لحظه ای که میبینن، اما لحظاتی نمیگذره یه حسی در اینا ایجاد میشه و اون حس، حس ترحم نسبت به صاحب دم، نسبت به اون کسی که این خون برای او ریخته میشه، صاحب این خونا، و اونم حسین ابن علی، همین کسی است که شیعیان گرد او جمع شدند و خودشونو منصوب به پدر او میکنند و برای او یه کارایی میکنند که در نگاه، عرضم به خدمتون که عامه مسلمین، اکثریت خلاف شد، اما همین که وای میسن نگاه میکنن، در دلشون این حال حس ایجاد میشه که ببین چه کردن با حسین، چه کردن که اینا بعد 1200 سال خودشون اینطور زخم زیلی میکنن و زجه میزنن حسین، گریه میکنن حسین. عرضم به خدمتون بعد یه حرف عجیبی میزنه این آقای ماروین، میگه اینا میرن یه روز عاشورا چند ساعتی برمیگردن، یواش یواش در اثر تکرار این جریان یک ترحمی در دلهای عامه مسلمین نسبت به کلمه حسین و نسبت به شخصیت حسین ایجاد میشه. همون ترحمی که ببینید، حالا من اول یه چیزی بگم، ماها خیلی از ماها تا کسی به ما یه محبتی میکنه زود میگیم نکنه داره ترحم میکنه به من. آقا شما ترحمن این کار نکنید، من ترحم خوشم نمیاد. دقت میکنید؟ خیلی ها هستن این که کسی بهشون ترحم بعدشون میاد. اما در قضیه امام حسین چطوره؟ همین بیبی که دیروز وفاتشون بود، وقتی اضطراب رو بدن پدر از هوش رفتند و افتادن، یه مکاشفه ای شد براشون. اون مکاشفه رو بیبی در کوفه در حضور، عرضم به خدمتون که، ابن زیاد گفت، فرمودن این مکاشفه رو. ظاهرا در مجلس یزید هم گفتن، چون بعضی ها اصلا این مکاشفه رو منصوب میکنن، یعنی نسبت میدن به مکاشفه به اصطلاح شام، در صورت شام اتفاق نیفتاده، شام ظاهرا ایشون بیان فرمودن. همون ابیات معروفی که منصوب آفرین که بیبی وقتی افتادن رو بدن پدر، وقتی سوال کردن از عمشون که عمه این کیه تو اینطوری داری بالا سرش گریه میکنه، خب سر تو بدن نیست، حق دختره، حالا بین 13 14 تا 16 سال نوشتن که این بچه نشناسه بدنی که لگد مال شد. به اصطلاح نه لگد مال، به سم اسما لگد شده. حضرت فرمودن حق داری دخترم عزیزم، عمه جان حق داری پدرتو نشناسی. حال بیبی به حدی، بیبی حضرت سکینه به هم ریخت، از هوش رفتن، افتادن رو بدن پدر. صحنه هایی رو در اون حالت از هوش رفتگی دیدن تا اینکه پدر خودشون رو بر سریری دیدن، بر تختی دیدن، و آقا سید الشهدا در اونجا ابیاتی رو، اولین شعر آیینی که برای امام حسین در عزای امام حسین، در مصیبت امام حسین گفته شده، از وجود نازنین خود سید الشهدا، شعری که امروز همه شیعیان تقریبا بلدن و میخونن، حتی اونا که عرب زبان نیستن. شیعتی ما ان شربتم از بماین فذکرونی، این عبارت، او سمعتم به شهید او قتیل فندبونی، این یه بیت قطعا مال خود امام حسینی. حالا ابیات بعدی در این که کسی اضافه کرده یا از خود حضرت بحثه، ولی خب ما میگیم مال شعر، مال خود امام، اثر این شعر پیداست که از خود حضرت سید شد. و انا سبت الذی من غیر جرم سحقونی و به جرد الخیل بعد القتل عمدن سحقونی. اما یه بیت شعر، بیتی که ترحم درش میاد، درخواست لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف از تسخیل طفلی فابوا ان یرحمونی، من این بچه رو آوردم که ترحم کنن به این بچه، آبی به حنجره این بچه برسونن که همین بچه بشه سبب شفاعت همشون، نکردن، اینم نکردن، اینم نخواستن. این بهانه آشتی رو هم به تیر زدند و آشتی رو تبدیل کردن به جهنم خودشون. ولذا قضیه عاشورا برای اهل ایمانی که اینا میخوان بهشتی بشن، برای اون کسانی که یخرجهم
من از ظلمات الى نور میخواد اتفاق بیفته که حضرت صادق علیه السلام فرمودن، سوال میکنه میگه آقا والذین کفروا اولیاء هم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات والذین الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. مگر مؤمنین در ظلمات هن؟ حضرت فرمودن بله در ظلمات انفسیشونن و اینها رو خدا که ولیشون هست یخرجهم من الظلمات از ظلمات انفسیشون الى نور حسین ابن علی ابن ابی طالب. چرا نگفت حضرت که چرا آقای امام صادق نور رسول الله؟ مگه نور رسول الله کمتره؟ مگه این از اختصاصاته؟ چرا نور علی نه؟ چرا نور زهرا نفهم؟ چرا نور امام حسن؟ چرا نور ائمه دیگه؟ نور امام رضا، نور امام حضرت صاحب زمان؟ مگه اینا انوار نیستن؟ مگه کلهم نور واحد نیستن؟ چرا به خصوص نور حسین ابن علی ابن ابی طالب؟ چون در قرآن میخونیم مثلا نوره هی کمشکات فیها مصباح المصباح و فی زجاجه از زجاجه که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه. گفتیم زیتون هر جا در قرآن هست نور سید الشهدا است در عالم نبات. یوقد و وقود سوخت این به اصطلاح چراغ از کجاست؟ یوقد من شجره از روغن زیتونه. روغن زیتون وقتی ما تشبیه کنیم یه تشبیه، انسان وجود انسان چیه؟ اگه روغنی از انسان بخواد خارج بشه دم انسان خون امام حسین، خون امام حسین چراغ به اصطلاح روغن چراغ خداست. تعبیر قشنگ و لطیف. اینو میخوام بگم، یعنی جز این نمیتونم من بفهمم. وقتی نگاه میکنم میگم وقتی که میفرماید یخرجون هم من نور الی الظلمات من ظلمات انفسهم الى نور حسین ابن علی ابن ابی طالب، یعنی اگه قرار باشه کسی هدایت بشه این هدایت به خون امام حسینه، به اسم امام حسینه. لذا نگاه میکنیم اینیم اغلب مستبصرین شروع قصهشون با امام حسین، بعد میرن تحقیق میکنن بررسی میکنن و خیلی هاشون من جمله کسانی که ما دیدیمشون رو باشون صحبت کردیم میگن ماها تحقیق کردیم به نتیجه نرسیدیم، اومدیم روز عاشورا پشت در حرم حضرت زینب در شام یا اومدیم کربلا یا کجا دیدیم دارن به سر صورتشون به اصطلاح زنجیر میزنن و قمه به سرها میزنن، خون رو دیدیم گفتیم این دیگه دروغ نمیتونه باشه، این دیگه دروغ نیست، این خون داره از سر میریزه. ببینید این آقای ماربین، این فیلسوف حکیمی که اسلام شناسه و مسلمین مسلم شناسه مسلمان شناسه، میگه این موجب چی میشه؟ همون به اصطلاح فعبا ان یرحمونی، این یرحمونی این ترحمه اتفاق میفته. ترحم یعنی چی؟ یعنی این دلی که سنگ شده بر اثر گناه، بر اثر غفلت، بر اثر معصیت، بر اثر مخالفت با عرضم به خدمتتون که شریعت محمد و آل محمد، حقیقت شریعت محمد و آل محمد، افتاده تو ورطه بدعت ها به اسم سنت، به اسم اهل سنت و الجماعه، ولی آمیخته با بدعت ها شده، پیچیده در قل و زنجیر، این دل ها رو میخواد از ظلمت های انفسی نجات پیدا کنه، خدا دستش میگیره میاره کجا؟ در حسینیه، دستش میگیره در حرم امام حسین. این دل به رحم میاد، این دل نرم میشه. با چی نرم میشه؟ با نگاه دیدن این شعائری که این عاشورا رو دیده، هر چه قدم مقتل بخونه ندیده، نمیگیره، هزار و یک اشکال و حمله میکنن به اصل قصه امام حسین. دیدیم ما تو فضای مجازی مگه ندیدیم؟ یه به اصطلاح کاتب به اصطلاح خودشون فرهیخته فرهنگی میاد پشت تلویزیون رسمی مصر میگه که مقام حسین مقامی نداره، حسین ابن علی ابو هریره است که صاحب مقامه. چرا؟ چون حدیث نقل کرده. چند تا حدیث حسین ابن علی نقل کرده؟ ما بحثمون بحث علم است، علم در این روزگاری که به خود شخصیت امام حسین علیه السلام حمله میشه، به خود شخصیت، نبگیم به شعائر، چطوری عده میان نجات پیدا میکنن؟ با چی نجات پیدا میکنن؟ این دلر تحول درش ایجاد میشه، این به اصطلاح دله که شده مثل سنگ و از سنگ سنگین تر و به اصطلاح حجر شده تر، این آرام میشه، نرم میشه، یواش یواش میاد الی نور حسین ابن علی ابن ابی طالب هدایت میشه. با چی؟ با دیدن این شعار. حالا این اتفاق میفته، بعد چی میگه این آقای ماربین؟ میگه این قضیه در آینده موجب میشه مسلمانانی که، خوب دقت کنید، مسلمانانی که با این
جماعت اقلیت هیچ وجه اشتراکی جز جهت قبله ندارن. حالا میشه این آدم فرمایشات امام صادق علیه السلام رو نگاه کرده که حضرت فرمود ما با اینا جز در جهت قبله هیچ شراکت نداریم. حالا برو موز و پرتقال بخور و عرضم به خدمتون نهارای اونچنانی بخور، لحظه نماز که میشه میبینی سه تا جماعت میشه، سه تا نه دوتا. دوتا جماعت هم نمیبندن، اما جماعت شیعه و سنی بگیم بستن مثلا عمری ها و شیعیان، یه جماعت هم صوفی ها میبندن، صوفی ها نه شیعه ها رو قبول دارن نه سنی ها رو، سه تا جماعت میبندن توی این تالارهای وحدت و فلان نمیدونم چی میگن، کنفرانس های وحدت. حالا برو تو تبل به تبل وحدت بزن. میگه چی این آقای ماروین؟ میگه اون چیزی که اتفاق میفته بر اثر مشایفت این شعائر این میشه که این اکثریته که با این اقلیت جز در جهت قبل اشتراک ندارن، در چی مشترک میشن با این اقلیت؟ در محبت حسینی که به دل اینها رفته. همین شعاری که الان تو اربعین بلند میشه، حب الحسین یا الحسین، حتی الحسینو یوحدونا، دنبال وحدت میگردی؟ الحسینو یوحدونا. تو دم از وحدت میزنی 4000 نفر پشت مرز نگه میداری نمیزنی وارد از مرزت خارج بشه وارد عراق بشن، چطور تبلیغ میکنی و بوق و کرنا که آقا در عراق آب نیست، نمیدونم چی چی نیست، فلان نیست، اربعین به هم ریخته است، فلان نه همچه خبری هم نیست. ما که بودیم اینجا با چشم خودمون دیدیم. بله سخت بود امسال بعد از 2 سال کرونا، اون آتشی که دفعه مردم شیعه دست داد و خود حتی عراقی ها ریختن، شاید 7 میلیون اضافه، 7 میلیون به زبون ساده میاد آقای رسایی، بینندگان محترم، 7 میلیون جمعیت. شما اگه تو خونتون 5 نفر 10 نفر مهمون داشته باشی، یه دفعه 8 نفر اضافه بیان، دیگه باید معجزه بشه غذا برسه. 7 میلیون یه دفعه ریختن اضافه بر سازمان، اضافه بر آماری که فکر میکردن، ریختن تو کربلا. نه کسی گرسنه خوابید، نه کسی عرضم به خدمتتون به کسی توهین کرد، نه جای دعوا شد، نه پلیس و پلیس کشید. واقعا معجزه، نه آب کم اومد. اینا حالا معجزه است، اینا کاری نداریم، اینا نمیشه به هیچ وضع با اون آمار رو نمیدونم ارقام و احصاءات بشه توجیه کرد. ولی این آقای ماروی میگه آقا اینها در یه چیز با هم متحد میشن، در یه چیزی که فوق همه اون چیزهایی است که تو دینشون هست و اون محبته. و اگر این اتفاق بیفته، من میخوام اینو بگم، این آقای ماروین شاید نگفته تو نامش و نگفته، یا اگرم گفته تلویحا گفته که معادلات به هم میخوره. حالا عبارتش اینه، یه سری معادلات جه. من میگم که آقا اگه این اتفاق بیفته، باید کاسه کوزه‌شون رو کیا؟ قدرت‌های جهانی. حالا این قدرت ممکنه یه قدرت به اصطلاح ابرقدرت بین‌المللی باشه، ممکنه یه قدرت یه کشوری باشه این گوشه کنارا که خیلی هم ادعای قدرت میکنه. اینا باید اصحاب قدرت باید کاذب. چرا؟ چون 1 میلیارد مسلمان، امت 1 میلیاردی ایجاد میشه با یک عامل مشترک و اون محبت امام حسین علیه السلام. اون وقتی اینا با هم دیگه جنگ نمی کنن، اینا داعش درست نمیشه توشون، اینا همدیگه رو بمبارون و موشکبارون رو نمیدونم خمپاره بارون نمی کنن. چرا؟ چون اون حلقه اتصال بینشون محبت امام حسینه. به چی میرسن؟ به همزیستی مسالمت آمیز میرسن. همون چیزی که میبینیم که چقدر مرجعیت بیدار شیعه بر اون تاکید میکنه که آقا من درسته با تو اختلاف نظر دارم، درسته شاید بعضی از معتقدات تو رو به چالش میکشونم، بعضی از مقدسات تو رو بر اساس عقیده خودم و واجب خودم و فریضه خودم لعنش میکنم، اما دلیل نداره ما با هم، من و تو با هم بجنگیم. آخه مقدساته که تو، که جزئی از هویت تو نیست، هویت تو این انسان بودنته، این کرامت، من تو رو کریم میدارم، احترامت میکنم، حقوق انسانیت رو بهت میدم، اما معتقدم که عرضم به خدمت اون کسی که تو بهش معتقدی و نمیدونی این آدم عرضم به خدمتون چه جنایتکار جنگی بوده، نمیدونی این آدم زنی بوده که 17 هزار نفر رو در 2 جنگ به کام مرگ کشیده، و بعدم ادعا میکنه من مادر اینا، تو چه مادری هستی که 17 هزار نفر از بچه های خودو به کام مرگ کشیدی؟ این سوالی بود که ابن عباس ازش پرسید و گریه کرد، از همون باز عداعتفارایی که همیشه توش بود، وقتی بی جواب میمون گریه میکرد. چطور اونجایی که میخوای اینا رو بکشی گریه نمیکنی؟
بعد اشک تمساح می‌ریزی بر جسدهای 17,000 به ظاهر مسلمون که خیلی هاشون هم مؤمنین بودن، شیعیان امیرالمؤمنین بودن، تو اینها نگاه میکنیم میبینیم، عرضم به خدمتتون که بعضی از اصحاب درجه یک شهید شدن، بله شهید شدن، یا در عرضم به خدمت صفین بساطی که در صفین درست شد، یه وجودی مثل عمار یاسر از دست میره. خب کیا این فتنه رو درست کردن؟ حالا کسانی درست کردن که مدافعین اونها به عنوان مقدسات امروز بر طبل وحدت میزنن، اما نگاه میکنیم همیشه کارشون چیه؟ جنگ انداختن بین مسلمان هاست. و عجیب هم هست، با ببخشید معذرت میخوام، بر نگاه میکنن به تو دم از وحدت میزنن و دوربین پشتر اون تلویزیون پشترشون داره همینطور جنایت های اینا رو تو این صده اخیر نشون میده. یعنی پشتشون به جنایت، تاریخشون جنایته، تاریخشون جنگ انداختن مسلمون و مسیحی، مسیحی و دو روزی و فلان، شیعه و شیعه، همین دور جنگ 4 سال 8 سال 5 سال 3 سال بین مردم دعوا انداختن، به یه روز هم قانعن. یه روز عاشورا یه دفعه نگاه میکنی جنگ میندازن توی جایی که میگن عاصمه شیعه، آدما رو زیر میکنن، میزنن، میکشن، آتیش میزنن، چیکار میکنن، بازم باید به طبل وحدت هم میزنن. اما این آقای ماربین چی میگه؟ یک چیزی داده دست یک به اصطلاح سرنخی داده دست این اصحاب قدرت که اینا الان امروز این کارا رو میکنن. دقت کنین چی میگه. میگه من نمیگم، قطعا از من راهکار میخواد که آقا حالا ما چیکار کنیم اتفاق نیفته که مجبور شیم به اصطلاح بساطو جمع کنیم بریم ما اصحاب قدرت، وقتی مسلمان ها متحد شند در یک به اصطلاح عامل وحدتی به نام محبت حسین که خیلی عامل بزرگی هم هست، عامل مهمی هم هست، چیکار کنیم که بیان بگیم حسین بده، بیان حسین رو بزنیم، بیان بگیم حسین به درد دنیا آخرت نمیخوره؟ نه باور نمیکنن اصلا. بیشتر میشه میگه نه، شما بیاید بگید این حسین خوبه، حسین عزیزه، حسین نمیدونم سبت رسول الله، اصلا برای حسین سخنرانی کنید، اصلا بیاید سخنران درست کنید به اسم امام حسین، با این روش سخنرانی که از این حرفا بزنن، سخنران درست کنید، مدا درست کنید، شاعر درست کنید که آقا حسین خوبه. اما این حسین نباید فقط شور باشه، شور بی شور فایده نداره، غافل از این که هر جا شور هست، هر جا آبی میجوشه زیرش آتشی روشنه. نادانی که میگی شور بی شعور، مگه میشه شعور نباشه کسی برای امام حسین گریه کنه؟ مگه میشه کسی ندونه حسین کی بود برای امام حسین گریه کنه؟ اگر گریه کنه بدون اینکه احقاق حق امام حسین رو بکنه که گفتیم باید محق باشه، که اصلا قصهش گریه چیز دیگه است. چند درصد از این آدم از اینا هستن که احقاق حق ندارن و گریه میکنن؟ چند درصد؟ 1 در میلیون. بقیه اونایی که برای امام حسین تعظیم شاعر میکنن و برای اون کسانی که منصوبن حالا در خانواده امام حسین، مادر امام حسین، برادر امام حسین، محور امام حسین، خلاصه تو شاعر اعظم، اصلا فطرت انسانی بر گریه بر امام حسین علیه السلام، احسن از آدم گریه کردن تا یوسف گریه کرده تا ابراهیم تمام انبیا، چیه جریان؟ میگه نه، بیایید بگید که این حسین باید آکادمیک شه، این حسین باید شاعرانه و شعورمدارانه بحث شه. با این حرفا شروع کنید یواش یواش چیکار کنید؟ عرفا رو هم بکشید وسط، جنگ دل و عقل رو بیارم وسط که آیا به اصطلاح باید ما پای دل بریم یا پای استدلال بریم، استدلال عقلی. میگه بیایید امام حسین رو از این شعور، از این به اصطلاح شعور قلبی بیارید بیرون، بندازید تو استدلالات عقلی، تحلیل حادثه عاشورا، نمیدونم بررسی حماسه حسینی، که تحلیل های سیاسی کنید و تاریخ رو بررسی کنید، فقط در این حد. نه که این کارا بده ها، نه اینا خوبه، ولی اینکه بیان دلهای اینا رو از اون شور خارج کنید، محبت حسین رو یواش یواش اینطوری خارج کنید، بندازینشون رو تو چی؟ تو مباحث استدلالی، استدلالی صرفی که پایش دل نیست، اون استدلالی که بله بله اگر این استدلال باشه پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت میتمکین بود، اما ما همچی استدلالی رو نمیگیم در قرآن. همچی ما در قرآن چی میگیم؟ میگیم الهم قلوبون یعقلون بها، الهم قلوبون یفقهون به، قلبی که بیس عقل، بیس تفقه در دینه، و کدوم تفقه بالاتر؟ اگر در عقیده میگیم فقه اکبر، تفقه در امام حسین و معارف امام حسین، فقه اکبر و من الفقه الاکبره، بالاترین درجه فقه تفقه در دینه.
خب عرضم به خدمت لذا حضرت سید شهدا وقتی میخوام برای حبیب نامه بنویسم می‌نویسن چی؟ الی رجل فقیه. حبیب تو فقیه، تو حسن شناسی، تو یه بار تو بچگیت با من مردی، این یه بار دیگه باید اینجا بیای مایه بذاری حبیب. خب پس اینجا چیکار میگه بکنید؟ این آقای ماربی میگه چیکار کنید؟ میگه محبت و عدلاشو در بیارید، بندازین قصه رو تو چی؟ تو جریانات فکری، روشن فکری، منور الفکری. خب بعد حالا فردا که میخوام نتیجه بگیریم، نتیجه این جریانو میگیم. اینجا من همینجا فقط بگم تا اینجا و بعد بگیم چه اتفاقاتی میفته، اینا چی کار میکنن، این کسایی که دارن با شعائر کار میکنن چجور پیام این آقای ماربینو گرفتن دارن عملیاتی میکنن. فردا براتون میگم. فقط یک کلمه میگه خب اینها دنبال محبتی، دل جای محبته، این فقدان محبت در دل رو میگه براشون چجوری پر کنید؟ با پرچم، پرچمای متعدد، کشورهای متعدد اسلامی. میگه جریان چیه؟ میگه یه همچین جریانی در فلان کشور. به ما چه آقا؟ من چو ایران نباشد تن من مباد. به اون یکی میگه چی؟ میگه به من چه آقا؟ ما تو افغانستان داریم زندگی میکنیم و مشکلات خودمونو داریم. همه کشورها رو گرفتار مشکلات کنید و برای همه کشورها یه بت‌هایی بسازید، شخصیت‌ها، دکتر فلان، مهندس فلان، آیت الله فلان، امام فلان، شخصیت سازی کنید تو کشورها و به جای محبت امام حسین محبت پرچم و وطن و این سمبولیک‌های وطنی و فلان و سرود ملی و درست شد؟ به جای اینکه سرود ملت اسلام این باشه که شیعتی ما ان سمعتم از بما ان فذکرونی، لااقل اینکه هر مسلمانی در روز چند بار آب می‌نوشه، اگه قرار باشه این پیام امام حسین سرود ملت اسلام بشه، روزی چند بار مردم سلام بر حسین لعنت بر یزید میگن، این تولا و تبرا رو ابراز میکنن، این نمیخوان باشه. چرا؟ چرا اگر این قصه بخواد باشه منتهی به ظهور میشه، ظهور حق و بعد اون حقیقت حق که ظهور حضرت صاحب زمانه و مرگ شیطان فرا میرسه. لذاست که عرضم به خدمتون که توی این سده اخیر سعی کردن، نتیجه هم نگرفتن ها، نتونستن. نتیجهش همین اربعینه، روز به روز داره بیشتر میشه. پیشبینی مرجع عالیقدر از آیت الله شیرازی اینکه به 200 میلیون خواهد رسید انشاءالله. ممنونم از بیاناتتون. چون به پایان برنامه رسیدیم، فقط اجازه میخوام که با بینندگان عزیز خداحافظی کنم. انشاءالله که زیر پرچم آقای امام زمان علیه السلام باشید. لبیک یا حسین، لبیک یا مهدی، یا علی مدد. خداحافظشون. جونه یاسه جبونه